أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تعبیر اوها که فعل ماضی است، هم درباره آسمان و دستورهای آسمانی آمده است که فرمود و اوها فی کل سماء امرها، هم درباره انسان به صورت فعل همها فجورها و تقواها یاد شده است. هیچ کدام از این فعلهای ماضی از گذشته خبر نمی دهند، بلکه بیانگر سنت الهی است که سنت ذات اقدس اله در آفرینش انسان است که هر انسانی را با الهام فجور تقوا می آفریند و همیشه امر آسمانها را درباره آسمانها وحی می فرستد. منتها درباره انسان فرمود که به خود انسان ما الهام میکنیم، فالهمها یعنی نفس انسان را فجورها و تقواها. درباره زنبور اثرا فرمود و اوها ربک الی النحل ان اتخذی، یعنی به خود زنبور وحی فرستادیم. اما درباره آسمان فرمود و اوها فی کل سماء امرها، اما گیرنده وحی سما خود سما است یا مدبرات آسمان یعنی فرشته ها، اون در اون آیه مطرح نشد. و اوها فی کل سما غیر از اله کل سما هست، نفرمود اوها اله سما، فرمود اوها فی کل سما این امرها، این درباره هر آسمانی یا در هر آسمانی امر آسمان رو وحی کرد. اما به کی وحی کرد؟ از این تعبیر بر نمی آید. مدبرات آسمان هایی که فرشتگان الهی هست، اونها شاید گیرندگان وحی باشن که در آیه خودش باید مطرح بشه. پس در اینجا این فعل مضارع هایی که مطرح هست بیانگر سنت الهی است، چه در باره الهام انسان، چه در باره وحی آسمان، چه در باره وحی به نحل. بعضی از فعل های ماضی وحی با شعور همراه است، منتها شعور اگر خیلی شفاف و روشن و متمدنانه باشد، از او اون چی که درباره زنبور اثر یاد شده است تعبیر می شود، و اگر نباشد که به مادون اون یاد می شود. هیچ موجودی در عالم نیست که مخصوصا پرنده ها ادراک نداشته باشند و در پیشگاه ذات اقدس اله خضوع نداشته باشند، که اون برابر آیه سوره بارکه نور بعد میخونیم که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، که انشاءالله اون آیه رو میخونیم. این گونه از افعال ماضی منسلخ از زمانن یا دلالت بر استمرار دارن. یه وقت است که اصلا زمان او را همراهی نمی کند، مثل کان الله علیما قدیرا، کان الله کذا و کذا، که اونجا ذات اقدس اله اصلا متضمن نیست، زمانمند نیست، تا علم او که عین ذات اوست، قدرت او که عین ذات اوست زمانی باشه. اونجا فعل ماضی را گفتن منسلخ از زمان است، از اصل کینونت خبر میده. در این گور از موارد که زمانی هم متضمنن، از زمان مستمر خبر میدهد، نه خصوص ماضی. در بعضی از موارد هست که برابر اصل خودش که قضیتون فی واقعه، این فعل ماضی است و از گذشته خبر میدهد، مثل اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و مانند آن. پس سه جور فعل مضارع و مانند آن، یا ماضی یا مضارع، در قرآن کریم در باره وحی آمده است. مطلب بعدی آن است که در وحی اون تعلیم شفاف روشن که دیگری هم با خبر بشود نیست، یک اختفایی در وحی تعبیه شده است.
اون شعور یا اشعاری که مخفیانه باشد همه نفهمند او رو بگن وحی. این که درباره وجود مبارک زکریا سلام الله علیه است که اوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا ناظر به همین قسمت است. مطلب بعدی آن است که وحی چون به معنای شعور است به ایها به معنای اشعار است، این گاهی قولی است گاهی فعلی. تعلیم هم همینطور است، تعلیم گاهی فعلی است به گاهی قولی. گاهی با فعل انسان مطلب را به دیگری میفهماند، مثل علوم تجربی که کسی دارد نگاه میکند ببیند که این داروساز این دارو را چجور میسازد، او هیچ حرفی نمیزند ولی خب یاد میگیرد. یا یک کسی میرود زیر دست فرش باف نگاه میکند و یاد میگیرد، میرود زیر دست یک نویسنده نگاه میکند و یاد میگیرد. در حقیقت تعلیم قول اخذ نشده است، افاضه علم است. این گاهی به فعل است گاهی به قول. در حقیقت وحی هم این چنین است، قول اخذ نشد، گاهی با فعل انسان وحی میکند گاهی با قول وحی میکند. این مطلب که وحی گاهی به قول است گاهی به فعل غیر از بحث دیروز است که گاهی وحی به حکم است گاهی وحی به فعل. وحی به فعل یعنی الغای گرایش در دل کسی که کسی این کار را انجام بده. وحی حکم آن است که ذات اقدس اله در قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطلب را وحی میکند که حکم این است. اون که در باره ائمه فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، این گرایش است. گاه انسان علاقه پیدا میکند به مطلبی، اگر این علاقه خیر باشد و به طرف خیر باشد این باید بداند به عنایت الهی است. میل پیدا کند با این کار، کار سختی است، میل پیدا میکند. نظیر ایام دفاع مقدس بعضی ها میل پیدا میکردن برن جبهه. این فعل، این میل، این گرایش از سنخ فعل است، از سنخ علم نیست. گاهی کسی مشغول مطالعه است، در کتابخانه‌اش نشسته داره مطالعه میکنه، دفعتاً یه مطلبی به ذهن او میآید. او اگر یه مرد متعله باشد میگوید که مأموران الهی این علم را به من افاضه کرده. اما اگر خدا نکرده خودبین باشد میگوید انما اوتی تو علا علم اندی. گاهی افاضه علم است گاهی افاضه فعل. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه اینکه به اینها حب کردیم یا به اینها علم دادیم که فلون کار خوب است، نه خیر، میل دادیم، گرایش دادیم که این کار را انجام بدن. این بحثی دیروز بود. اما اون چیزی که امروز مطرح است آن است که گاهی انسان با فعل مطلبی را می فهماند یا گرایشی را ایجاد می کند، گاهی با قول مطلبی را می فهماند یا گرایشی ایجاد می کند. این که با فعل مطلبی را بفهماند نظیر اون چیزی که در باره زکریا سلام الله علیه آمده است که اوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا. در باره زکریا سلام الله علیه که مأمور شده بود از طرف خدای سبحان و این آیت را دریافت کرد که سه روز زبانش بند آمده است، این حرف زد. سوره بارک مریم آیه 11 این است: فخرج علی قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقتی زکریا سلام الله علیه از ذات اقدس اله فرزند صالح مسئلت کرد به خدای سبحان بو بشارت داد، او عرض کرد رب اجعل لی آیه، یه علامتی که معلوم بشه من در اون ایام میخوام پدر بشم. فرمود علامت تو معجزه و کرامت تو اینه که زمانت بند میاد. قال آیتو که الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، که قبلا به یه مناسبتی اشاره شد. گاهی حرف زدن در غیر موقع آیت خداست، مثل تکلم وجود مارک مسیح سلام الله علیه در گهواره که قال اینی عبدالله آتان الکتاب و زقای نبیا.
این تکلم خارق عادت کرامت است و آیت حق است. یه وقتی بند آمدن زبان آیت خداست. یه انسان سالمه که هیچ یعنی هیچ نقصی نداره، همه اتباع میگن دستگاه گویندگی او، گویش او سالم است، زبان سالم، کام سالم، حنجره سالم، ولی نمیتونه حرف بزنه. فرمود زبانت بند میاد، بخوای ذکر بگی، دعا بخونی، نماز بخونی، آیات الهی رو مطرح کنی، این زبانت گویاست. بخوای حرف بزنی، زبانت بند میاد. اینم بشه معجزه که راه علمی ندارد که علم تشخیص بدهد که به این مناسبت زبان حضرت بند آمد، چون همه عناصر محوری گویش سالم است. همود آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال، اما سویان سالمان مستویان، نه که زبانت مشکل طبی پیدا کند، نه، یه انسان سالم، گویش سالم، زبان سالم، حنجره سالم، کام سالم، ولی نمیتونه حرف بزنی. این بند آمدن زبان میشه آیه حق، اون گویش زبان هم در گهواره میشه آیه حق، چون هر دو خلاف عادت است، هر دو بر خلاف مسیر عادی است. در یه همچه حالی وجود مبارک زکریا سلام الله علیه با دست یا با سر یا با ابرو یا با چشم، بالاخره با فعل اشاره کرد که شما صبح و شام به یاد خدا باشید. فأوها الیهم ان سبحوا بکرة و عشیا. خب این با حرف که نیست، بنابراین در ایها گاهی با فعل است، گاهی با قول، چه این که موهابه هم گاهی علم است گاهی فعل. در باره زنبور اثر فرمود و اوها ربو که الان نهله انه تخذی من الجبال بیوتن، این کارا رو بکن. خب این کارها مستحضری، یه حیوان وقتی یه کار رو انجام میدهد معمولا مسبوق به علم است. اصل این گرایش را ذات اقدس اله در قلب در نهاد این زنبور گذاشت، علمش هم اینا را همراهی میکنند، اینا میفهمند دارن چی کار میکنن. فرمود این کار را ما باید انجام بدید و اون چه که از درون شما استخراج میشود این برای مردم است، این شفا برای مردم است. این که فرمود و اوها ربوشه لن نهله ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجره و ما یعرشون، این غیر از اون سکناگزینی محدودی است که زاغ و زغن رو این درختها و کوها دارن. خب بالاخره رو این کوها، تو این غارها، رو این درختها خیلی از حیوانات هن که بعضی از ایام به سر میبرن. این غیر از اتخاذ بیت است. اتخاذ بیت از ملکه خبر میدهد، یعنی مسکن خوب باید در این محدقه انتخاب بکنید. خب بله دیگه، چون آخر یه موجوده. حیوانات معمولاً میگن حیوان متحرک به اراده است، لکن چون اراده از لطافتی برخوردار است، محققین حکمت متعالیه میگن حیوان متحرک به میل است نه به اراده. اراده در انسان است، اما دیگران میگفتن حیوان متحرک به اراده است، حساس متحرک به اراده، و بعد نفس ناطقه که اضافه بشود و افاضه بشود میشه انسان. اما چون اراده یه لطافتی دارد که در حیوانات نیست، اونها را به متحرک به میل تفسیر کردن. و کسی که میگوید من هرچی بخواهم میکنم، هرچی میلم باشد انجام میدم، یه حد و مرز شرعی برای خود قائل نیست، این در حقیقت همان است که متحرک به میل است نه متحرک به اراده. خب و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر بمما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات. میوه هایی که این زنبور ها میمکن تنها بخش مواد قندی این گل ها نیست، چون در اثر صرف مواد قندی نیست، بسیاری از مواد دیگر هست که در کنار مواد قندی وقتی ممزوج بشود شفا للناس خواهد بود. لذا بسیاری از عصاره ها، بسیاری از مواد سودمند دارویی در این گیاه ها تعبیه شده است
که ذات عقل تعالا از راه وحی به زنبورها این دستور را داده است که هم اون مواد قندی را و هم اون مواد سودبخش را که اگر ممزوج بشوند شفاء للناس در می آید اونها را بمکن. ثم کلی من کل ثمرات فصل که سبل ربک زللا. این راه های نرم و خوبی ما بر شما آماده کردیم. حالا یا از راه بو تشخیص میدید یا از راه های دیگه تشخیص میدید، همین که صبح از کندو بیرون آمدن میدونن به این که به کدوم سمت برن، فوراً حرکت میکنن. راه تشخیص گل ها و گیاه ها آماده است، میرن اونا رو تشخیص میدن، فوراً میان به بقیه زنبورهایی که تو کندو منتظرن خبر میکنن. طول نمیکشد که اردوی این نهر از این کندو بیرون میان به اون طرفهای مشخص حرکت میکنن و دارن کار میکنن. صبح تا غروب هم دارن کار میکنن ولی که شفاهن لناس بیاید. اما گاو و گوسفند اینطور نیست، این وقت که سیر شد میگیری میخوابه. اما زنبور بیش از اون مقداری که نیازمنده به غذاست کار میکنه. مگر او چقدر غذا میخواد؟ گاو و گوسفند اینطور نیستن که در صدد خدمت مردم باشن، مردم اونا رو استخدام میکنن. اما این زنبور اصلا خود را کارمند مردم میدونن، لذا بیش از اون مقداری که مورد احتیاج اوز تغذیه میکنن. این چی نیست که اگر سیر شد بگیره بخوابه مثل گاو و گوسفند. این همین که سیر شد غذا خودش گرفت، به همون مقدار بسندنی میکند، مرتب کار میکند. البته وقتی کارش تموم شد برابر اون قانونی که در کندو هست باید استراحت میکنن، استراحت شروع میکنن. خانه سازیش و تراش و پوششش و جمع مواد اولیش و ساخت و سوز و سازش در درون، بعد اصدار از درون به بیرون، جاسازی در کندو، اینا وظایف روزانه اونهاست. اینا که انجام دادن میخوابن، تمیز کردن کندو هم بوده ایناست. خب این یک چند سانت، یک سانت خوردی که صدر و ساقه این زنبور است، خب چندین برابر خودش کار میکنه شب و روز. فقط این برای شفا آن لناس است. خب از این جهت جریان زنبور با گاو و گوسفند اینا خیلی فرق میکنه. نه البته برای اینکه خودشون هم بخوان ذخیره میکنن، اما بیش از اون مقدار. شما میبینید همه اون مقداری که اینا ذخیره میکنن وقتی بررسی کنید بیش از نیاز سالانه اینهاست. و شما ببینید تنها اصل اینا تولید میکنن در حالی که نیاز سالانه اینها بسیار محدود است. اینا گرچه جزء موجوداتی هستن که تحمل و لا تحمل رزقها و که این من دابت لا تحمل و رزق و هم لاهو یرزق ها و یا کن. جنبنده ها دو قسمند، بعضی اهل ذخیره نیستن مثل بلبل ها و هزار دستان ها و گنجشک ها و اینا که اهل ذخیره و پسنداز و اینا نیستن، لا تحمل و رزق ها. بعضی مثل مور و موش و اینا اهل ذخیره و پسنداز هست. فرمود اون جنبنده هایی که ذخیره ندارن، پسنداز ندارن، رازق اونها خداست. اون جنبنده هایی که اهل پسندازن باز رازق اونها خداست. اونایی که اهل پسنداز نیستن، مگه این بلبل ها و هزار دستان ها این از گرسنگی مردن؟ مگه اینها رو خدا تأمین نمی کنن؟ و که ای من دابت لا تحمل و رزق الله و یرزقها. این آیه که نازل شد عده از مکه حرکت کردن مدینه مهاجرت کردن، گفتن ما که میخوام بریم مدینه اموال غیر منقول رو که از ما نمیخرن، اموال منقول رو هم که اجازه نمیدن ما به همراهمون بریم، خب چیور بریم مدینه؟ این آیه که نازل شد راه افتادن. همین مهاجرین در صدر اسلام وقتی میخواستن از مکه به مدینه بیان میگفتن ما باید خونه مکه رو بفروشیم مدینه خونه بخریم، اینجا کسی از ما خونه نمیخره که، باید اموال منقولمون رو از مکه به مدینه ببریم، اونم که اجازه نمیدن، ما چیور بریم؟ وقتی این آیه نازل شد ایمان اینها رو به هجرت وادار کرد. گفتن همون خدایی که در مکه به ما منزل و لوازم منزل داد تو مدینه هم میده دیگه، پاشدن آمدن مدینه. اونی که مشکل صدر اسلام رو حل کرد باور حرف خدا بود. و که ای من دابت لا تحمل رزق الله یرزقها. خب مگر اینا که برای طالابها از سیبری به این منطقه میان، مگر روزی خودشون حمل میکنن؟ اینا فقط پر میزنن میان.
فرمودن جنبنده ها، پرنده ها، دابه ها، اینا در سفرهای ییلاقی به قشلاقیشون که زاد و توشه به همراه ندارن ما تمامین میکنیم. همین آیه هجرت را شکل داد. مشکل ما اینه که ما باور نکردیم. فرمود هیچ بلبلی بیروزی نمود، هیچ گنجشکی بیروزی نمود، هیچ هزار دستان بیروزی نمود. این طور نیست که فقط روزی مال موش و مور و اینها باشه. بر تقدیر فرمود این شفا آن ناس است. شما به اندازه کافی ذخیره میکنید به عوض خودتون، اما شما چندین تن دارید ذخیره میکنید. اینه که مال مردم دیگه، همین کارم داره میکنه. بعد میفرم بعضی ها بر اینه که زنبور عسل، این از لطائف دقت های علمی است که البته صاحبان این رشته و کارشناسان این رشته باید انجام بدن که آیا اینها مواد قندی را میمکن با سایر مواد ممزوج میکنن، در کندوم میذارن، او تبدیل به عسل میشه یا نه همونطوری که گاو و گوسفند در نهاد و نهانشون شیر سازی دارن، این هم در درون خود عسل سازی داره. ظاهر آیه مطلب دومه اینه که عسل در درون او، در حفره از حفرات او، در دستگاه از دستگاه های نهانی او و نهادی او عسل ساخته میشه و از اونجا عسل به کندو میاد، نه این که مواد خام را به کندو بدن اونجا عسل ساخته بشه. همون یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، نه اینکه بعد اینکه بیرون آمده میشه عسل، همونجا عسل است. اطلاق شرب بر عسل هم نظیر اطلاق شرب توتون و مانندان است. هر کدام از اینها بر دیگری اطلاق میشه، مثل اینکه طعم بر آب هم اطلاق شده که سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. در جریان تاروت و جالوت و حضرت داوود سلام الله علیه اون قسمتی گذشت این بود به اینکه خدای سبحان شما رو می آزماید، امتلا دارد، امتحان دارد به نهر، من شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی، که طعم در باره آب هم به کار رفت که آب میشه طعام. این اطلاقهای متقابل هست. درباره عسل هم تعبیر به شرب شده، مثل که درباره توتون دارن شرب توتون و مانند اون. خب طبعا این راه راه نرمیه، نه راه زن وجود داره، راه بر وجود داره، راه نما وجود داره، راه هم نرم است، عده زیادی هم هستن رفت آمد میکنن و کسی هم گدا تو اینا نیست. همیشه رو اگه کسی هم مشکل داشت فورا رو تعمیل میکنن. فقر طبیعی از عالم برداشته نمیشه، برای اینکه نمیشه در عالم طبیعت آدم طرزی زندگی کنه که مریض نشه، پیر نشه، آسیب نبینه، اینا که قابل برطرف نیست. فقر طبیعی امر لابد من هست، اما فقر اقتصادی نباید باشه، قابل علاج است. یعنی اگر کسی در اثر کهولت سن یا صغر سن یا آسیب و آفت و مشکلات بیماری فقر طبیعی پیدا کرد که این قابل علاج نیست و قابل رفع نیست، گرچه قابل کم کردن هست، ولی فقر اقتصادی نباید باشه. تو اونا هم فقیر نیست، بالاخره کاملا تأمین میکنن، مشکلاتش حل میکنن. حالا مسئول کندو کیه؟ از کجا این قانون رو گرفته؟ همه زنبورها که از این وحی برخوردارن، منتها همونطوری که تو انسانها افراد یکسان نیستن، تو این کندوها، زنبورها هم افراد یکسان نیستن، بعضی هوشمندتر از شما بینید. در بین همه این حیوانات اون هدهدی که در خدمت سلیمان سلام الله علیه بود، او یه هدهد ممتازی بود که گفت اینی احد تو مالم تو هد بهی خبرا. این چی نیست که حالا همه هدهدها اینجور حکیمانه است بزنن. بعد گفت اینی وجد توها و قومه ها یسجدون للشمس من دون الله، برهان فلسفی اقامه کرد که چرا اینها غیر خدا را عبادت میکنن. الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات، این برهان حکیمانه است. حالا این به برکت خود سلیمان سلام الله علیه است یا راههای دیگری که هدهد به این بارگاه رسیده است؟ وگرنه میشه شما این مهمترین حرفایی که تو حکمت و کلام هست این تربیت شده سلیمان سلام الله علیه داره. میگه خب چرا اینا شمس و قمر میپرستن؟ شمس آفرین رو بپرستن، قمر آفرین رو بپرستن. خب این در هر حیوانی نیست، در خیلی از انسان ها نیست.
بنابراین این چیزی نیست که همه اینها یکسان باشن. تو زنبور عسل هم احیانا اون رهبر اینها، امام اینها، ملکه کندو، روح کندو به تعبیر دیگران، این هرچه هست حاکم بر کندوست و این کندو با نظم الهی دارد اداره می شود. اینا هم طاهرن هم طیبن. اگر اون زنبوردار دستش آلوده باشه به او هم نیش میزنن. میگن اگر این زنبوردار اول دستشو به کندوی دیگری برسونه با همون اثر مخلوط وارد این کندو بشه، اینا حاضر نیستن که از جای دیگه اموال بیاد اینجا. این طهارت ها و قداست ها تو زنبور عسل هست. حتی صاحب خودش هم احیانا نیش میزنن و نیش زدن اینها هم به حد ضرورت است. میگن اگر نیش زدن میمیرن، هرگز حاضر نیستن کسی رو نیش بزنن مگر در حد ضرورت. اینا میگن این محیط باید طیب باشه، طاهر باشه و حلال و پاک. حتی اگر صاحبش خدای اینا کرده بخواهد دخل تصرف بکنه، اینا مشکل ایجاد میکنن. این با وحی حل میشه. عده زیادی در غرب تلاش کوشش کردن که زیستشناسیشون رو تو این رشته اختصاص بدن که بفهمن این چیه. خب این میشه جزء علوم الهی. اما مستحضری وقتی گفته شد عقل جزء حجج شرعی است، علم الهی است، معناش این نیست که ما کسی معاذالله بگوید حسبنا العقل. همونطوری یه تفکر اخباری درست نیست که بگوید حسبنا العقل. افراطگری در عقل هم درست نیست، کسی بگوید حسبنا العقل. نه خیر، حسبنا العقل و نقل، عقل به علاوه نقل، نقل به علاوه عقل، که هر دو تحت اشراف وحی و اهل بیت عصمت و طهارت هست، اینها برای ما حجت شرعی هست. اگر عقل به یک مرحله رسید، این گوشه ای از اسلام است، نه تمام اسلام. چون که اگر روایت یه مطلبی رو گفت، این گوشه ای از اسلام است، نه تمام اسلام. حالا اگر روایت گفته است به این که حجامت نافع است، انسان بگوید تمام اسلام این است که حجامت نافع است، بعد کسی بگوید نه، حجامت ضرر دارد و این تعارض علم و دین پیش بیاد. اما اگر گفتیم نخیر، عقل حجت شرعی است فل جمله نه بل جمله، نقل حجت شرعی است فل جمله نه بل جمله، همین که روایت یه فتوای رو داد رو یادداشت بکنیم، عقل یه فتوای رو داد یادداشت بکنیم، اینا رو با هم میسنجیم، گاهی میبینیم اون دلیل عقلی مخصص لبی یا مقید لبی این روایت است. نمیگیم علم با دین معارض است. اینکه تو کتاب‌ها اصول هم مستحضری گفتن به اینکه مخصص لبی، مقید لبی، همین است. اگر چون که عقل معتبر قائم شده است میگه حجامت برای کهنسال‌ها یا برای بعضی از بیماران زیانبار است، این دلیل عقلی مقید یا مخصص لبی اطلاق یا عموم اون روایت است، نه معارض او. این عقل شارع حجت قرار داد، اون نقل شارع حجت قرار داد. حسبنا العقل و النقل تحت اشراف الوحی. وحی که ما دسترسی نداریم، اونی که ما در خدمت اوییم همه الفاظ است. این الفاظ میبوسیم و بالاتر میذاریم همین. اما معنای این آیه چیست؟ او رو اهل بیت میدونه. تو بحثای سال گذشتم داشتیم، بحثای قبل داشتیم که همین یه آیه در باره نماز جمعه با چند روایت الا ماشاءالله اختلاف ها و تضارب های آرای امین، از همین آیه یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله به زمینه چند روایت، بعضیا از فقهای بزرگ ما فتوا دادن نماز جمعه در اصل غیبت حرام است، بعضی گفتن واجب تعیینی است، بعضی گفتن واجب تخییری است با احتیاط وجوبی به جمع، بعضی گفتن واجب تخییری است با احتیاط مستحب به جمع، بعضی گفتن واجب تخییری مطلق است، احتیاط هم لازم نیست. همین یه آیه، کدومش وحیه؟ وحی ما پیش اون 14 نفره. ما این لفظش وحی است که ما در خدمت لفظ، معنای او که وحی است در قلب اونهاست. ما با این الفاظ و مفاهیم و اصطلاحات فقهی و اصولی به این الفاظ کار داریم. بنابراین حسبنا العقل و النقل تحت اشراف الوحی. حالا اگر چنچه یه دارویی زیانبار بود،
یه داروسازی معاذ الله افراطی‌گری کرد، کاری به نقل نداشت، او کجراها رفت. او وظیفش این است که علم خود را هرچه هست ارزیابی کند، بعد بیارد در خدمت روایات و ادله نقلی. اگر ثابت شد که شفا در حرام نیست، هرگز الکل مست کننده را تو شربت نمی‌ریزه، بالاخره اون تیرگی شعور رو میاره. برو 5%، این 5% شرابی که قبلا تو این شربت های سینه اینها بود، این چنین نیست که حالا این اثر نکنه. این بالاخره وقتی آدم دو تا شیشه سه تا شیشه رو در اثر درمانی سینه و نفس خورد، اون تیرگی شعور رو خواه نخواه میاره. ممکن نیست خمر یه جایی بره و اون اندیشه و اون قلب و اون عقل شفاف بمونه. لا شفا فی الحرام. این اون طبیب مستعین یا داروساز مستعین که وظیفه او این است که نگوید حسبنا العقل، بلکه بگوید حسبنا العقل و نقل تحت اشراف الوحی، اینه که ببینه نقل چی میگه. باید با پرهیز کنه از مخلوط کردن حرام به حلال. و اگر یه آدم مستعینی باشه، عوارض جانبیش هم مطرح میکنه، داروی زیونبار رو نمیده. یا اگر میخواد برای کسی بگه عوارض جانبیش اینه، شما باید یه داروی دیگه مصرف کنی که گرفتار فلان عوارض جانبی نباشه. اینه که میگن تو فتواهای ما هم هست، الطبیب ضامنون بلوکان حاذقا، رو همین جهت. غرض آن است که اصل یه ماده ای نیست که در کندو درست بشه، این در نهان و نهاد زنبور درست میشه. از همون درون زنبور ظاهرن اصل خارج میشه که یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفا الناس. نه اینکه بعد از اینکه تو کندو آمده از اون به بعد بشه اصل. اختلاف رنگ ها هم برای آن است که خب سلیقه ها و ذوق ها مختلف است. و خلقکم اطوارا، هر کسی یه رنگ خاصی رو، همونطوری که تو میوه ها این طور است، تو لباس ها این طور است و تو مساکل این طور است، تو غذا هم همین طور است. لذا رنگ های گوناگون برای سلیقه های گوناگون فرمود از این جهت هست. مطلب دیگه این که در ادب اسلامی این کلمه وحیه نظیر توقیفیت اسما که برهانی قوی از در فقهی اقامه نشده است که اسما توقیفی است، اما بیش از تعدو و احتیاط نیست. اینجا هم سیدر استاد رضوان الله علیه دارد که ادب دینی اقتضا میکند که ما واژه وحی را درباره هر تعلیمی به کار نبریم، یه قداستی دارد. البته اون چی که مربوط به وسوسه های شیطانی است، اون چون با قرینه همراه است، خود قرآن کریم به کار برده، اون جداست. در سوره مبارک انعام آیه 112 به این صورت آمده است: و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. خود ذات اقدس اله اون پیام های مرموزانه شیاطین الانس والجن را هم به صورت وحی تعبیر کرده است. و ادب اقتضا میکند که ما نسبت به وحی های عادی اون تعبیر رو نکنیم. اما در این که هر موجودی با خبر است که دارد چگونه ذات اقدس اله را اطاعت میکند، در سوره مبارک نور آیه 41 به این صورت آمده است: الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. این ظاهرا زمین علمت به اون کل برمیگرده، یعنی کل واحد از این موجودات، این پرنده ها میدونن دارن چی کار میکنن، نه اینکه خدا میدونه اینا دارن عبادت میکنن. این چین کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه نیست، چون در صدر آیه آمده است که الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. خب این رو خدای سبحان اول اعلام کرده، بعد فرمود به این که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، این هر کدام از اینا میدونن دارن چی کار میکنن، که برای کی عبادت میکنن، به کی دارن عبادت میکنن، به چی عبادت میکنن. بنابراین زنبور اصل که از این وحی طرف بیشتری بسته است، آگاهانه تر دارد این کار میکند.
مطلب دیگه این که نشان کرامت و اعجاز و عرض کنم که علم غیب وجود واقعیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این گونه آیات به خوبی برمیاد. این سوره در این بخشش تو مکه نازل شده است. در مکه سخن از گل و گیاه و زنبور عسل و کندوداری و اینا نبود. برای همه مردم مکه این حرفها بی سابقه بود، چه رسد به اینکه کسی که اصلا درس نخونده است، امی محض. بنابراین خود این نازل کردن این حرفا در فضایی که از گل و گیاه و زنبورداری خبری نیست، این خودش معجزه است که در شب تار روز اگر آفتاب در بیاد که کرامتی نیست، اما شب اگر آفتاب طلوع بکنه برخلاف عادت دیگه. در فضای ظلمانی حجاز این معارف رشد بکنه و شکوفا بشه کرامت است. این خصوصیتی بود که در مکه بود و در غیر مکه این سخنا نیست. اما درباره این که این سوال که انسان گرفتار وسوسه است، جن را کی وسوسه می کند، دو تا مطلب رو باید در نظر داشته باشیم. فرشته ها وسوسه ندارن چون منشأ خیال و وهم از بخش اندیشه و علم، شهوت و غضب تو بخش انگیزه و عمل تو اینا نیست، اینا منزه، مشکل داخلی نداره. اما انسان و جن که این مجاری ادراکی و تحریکی دارن، ممکن است خودشون در اثر خواسته وهم و خیال در بخش علم، خواسته شهوت و غضب در بخش عمل آلوده بشن. اگر هم شیطان نبود ممکن بود انسان آلوده بشه، منتها خیلی کمتر. ولی درباره شیطان ما هم چه دلیل نداریم که جن هم الا ولابد باید از منبع بیرونی وسوسه بگیره. برهانی در مسئله نیست که حتما باید از عامل بیرونی انسان غوایت به زلالت دامنگیرش بشه. خود شیطان چون جن است و غیر از انسان است و درباره جن تعبیر فالهمه و فجوره و تقواها نیامده، اون درباره انسان آمده. درباره جن فطرت الله التي فطر الناس علیها نیامده، درباره انسان آمده. درباره جن این جاهر و فرعرض خلیفه نیامده، درباره انسان آمده. درباره جن قد کرمنا بنی آدم نیامده، درباره انسان آمده. یا قد کرمنا جن بنی جان اینا نیامده. بنابراین هیچ استبعادی ندارد که خود شیطان که جن است و کان من الجن در اثر وسوسه های علمی وهم و خیال از یک سو، وسوسه های عملی شهوت و غضب از سوی دیگر کجراهه بره. او عامل بیرونی لازم ندارد. در باره خصوص ابلیس فرمود به کان من الکافرین، این کان نشانه استمرار است که در درون او خوی استکبار بود و وسیله امتحان الهی ظهور کرده است. بنابراین انسان هیچ برهانی نیست که اگرش ابلیس نبود محال بود معصیت بکند، چون ابزار معصیت در او هست، منتها کمتر معصیت میکرد. در باره ابلیس هیچ دلیل نداریم که الا و لابد بود از عامل خارجی اینا کمک وسوسه بگیرن تا اینکه به طرف کجداه برن، نه میتونن دردون. در تعارض عقل و نقل هم حساب روشن شد که گاهی عقل مخصص لبیست یا مقید، گاهی به عکس است، گاهی نقل مقدم است، هر کدوم اقوا بودن مقدم است. الحمدلله رب العالمین.